بینندگان گرامی، مردم عزیز، سلام بر شما. در روزهای اخیر در مجامع روشنفکری خارج بحث‌های بسیار داغی در جریان است در مورد مسئله‌ای که در گذشته چندان علنی مطرح نمی‌شد و بیشتر در مجالس خصوصی و برخی بحث‌های تلویزیونی به او اشارات می‌شد. اکنون به طور واضح مطرح می‌کنند که افغانستان باید تجزیه شود. گزینه دوم باید نظام فدرال در افغانستان آینده حاکم شود. چنین استدلال می‌شود که اگر شما مخالف فدرالیسم هستید، فدرالیسم دیگه در شرایط کنونی بدیل نداره، بدیلش تجزیه است. آیا واقعا چنین است؟ گرایش سوم هم وجود دارد که نوع اصلاح نظام سیاسی گذشته و شکل صدارتی و توزیع قدرت و شکل منصفانه است. ما در این برنامه به طور کلیات موارد را، آسیب پذیری های را از این سه گزینه برای شما بیان میکنم که به نحوی به اصطلاح ادای مسئولیت کرده باشم. اولا بحث تجزیه بسیار زیاد یک بحث تکاندهنده است. گرفتن مسئولیت ازی در عهده هیچ کس نیست. در یک بحث تلویزیونی یا مجالس خصوصی گفتنش خیلی ساده است. نظریات که من اینجا ارائه میکنم همه نظریات خودم است و مسئولیتش هم میپذیرم. بحث تجزیه در کشوری مثل افغانستان با این جغرافیا، با این درهم آمیختگی، با این تاریخ، با این اقتصاد نابسامان و موقعیت بسیار سرسخت، یعنی اگر مطرح میشه که تجزیه شود یا آسان نیست، گذشتن از کوها و کوتلهای بی تاریخ جنگ است. پشتونا از تجزیه بیشتر ترس دارن، نفرت هم دارن. البته با موازاتی که از اداره فدرال ترس و دهشت دارن، ترسی که از تجزیه دارن بیشتر است. کم کم به سلام موارد دیده میشه که یک نوع بازنگرش، یک نوع دید تازه در میان روشنفکران و نخبگان پشتون نه در قدرت بلکه در بعضی جای دیگه وجود دارد که ملاحظاتی در مورد ملاحظات البته بسیار خصومت آمیز نه نسبت به اداره فدرال وجود آمده است. اگر بحث تجزیه مطرح باشد، پشتون به هیچ وجه قانع نیست و اینا بسیار ترس دارن. در واقع ترسشان هم موجه است. در صورت تجزیه افغانستان، جامعه پشتون، موقعیت پشتون در واقع در یک قفس دوم محبوس میشه. یک قفس هم خط دیورند است. یک قفس دیگه این طرف انداخته میشه، اینا قفس در قفس و ای برای زینا زندگی بسیار دشوار میشه. بنان تا که جان دارن، تا که توان دارن بر ضد تفکر، بر ضد تحرک اینا جنگ میکنن. مورد سوم ای است که پاکستان به عنوان عامل مسلط در افغانستان هیچگاه حاضر نمیشود تا مناطقی را که اونا جزء قلمرو عمق استراتژیک خود در افغانستان خط کشی کردن، تعریف کردن، اینا از دستشان بره. شمال افغانستان بخش مهمی از دهلیز عبوری پاکستان به آسیای میانه و در این حال یکی از بسترهای کلیدی سیاست راهبردی عمق استراتژیک است. یعنی پاکستان با تجزیه طلبان تا آخر می جنگد. این بحث تجزیه طلبی
اما خطری که برای پشتون و پاکستان داره برای ایران هم داره. ایالات سنی نشین ایران با انبارای بارود خشک شبیه است. در اونجا ستم مذهبی و ستم ملی در ایران نسبت به مناطق سنی نشین بسیار ریشه دار است، خصوصا در 43 سال اخیر بسیار مجهاد است. اونا میتونه که از افغانستان، از تحولات افغانستان الگو بگیره و بستر خدا به یک بستر آتش تبدیل کنه علیه حکومت مرکزی ایران. بنان حکومت ایران در این قسمت با شما تجزیه طلبان در هر جای که هستین همسویی نخواهد کرد. خب چی باید کرد؟ برخی از نخبگان سیاسی میگن که خب در هر حال چنین وضعیتی را که به وجود آورده خود پشتونا به وجود آورده. اینا خود عامل چنین نابسامانی فکری، نابسامانی اجتماعی و خراب کردن اعتماد هستند. که بهترین مثالش گروه غنی و کرزای میرن، بهترین مثالش طالبان را میرن. یعنی دیدگاه، عمل و تعصب اینا دیگر اصلاح ناپذیر است، اینطور عنوان میکنن. اما باید یک مقدار منصف هم باشی. اقلیت خائنی که در پشتون هست و چنین عواملی را به اصطلاح سبب شده، آیا در بین تاجک و ازاره و ازبک نیست؟ خیشواندهایشان، رفیقایشان، همسلکایشان که قوم خوده، سرنوشت قوم خوده، اقتصادش، امنیتش در بدر کردن. ما وقتی که این طرف قضیه رو میبینیم، طرف دیگه قضیه رو میبینیم. نمیگم از روی طرف داری، یعنی از روی واقعیت. چرا شما واقعیت رو دیده نتانین؟ واقعیت شما را میبینه و هرچی که در ذهنتان شما پخته باشین، ذهنتان محصولات ذهنتان بی اثر میسازه. فرض کنین تجزیه صورت گرفت، یک بدنی افغانستان شمالی این طرف مان، جنوبی اون طرف، طالبان را بیرون راندن به طرف جنوب. یعنی دنیا گل و گلزار میشود. افغانستان تجزیه شده به سامان میرسه، حال در مسیر ترقی، پیشرفت، تفاهم و رونق فرهنگی و اقتصادی میگذارد؟ چنین نیست. از این خاطر است ما روی دیدن واقعیت ها تاکید میکنیم. با مجردی که افغانستان شمالی از جنوبی جدا میشه، جنگی که اما قسمی که پیشتر گفتم در کوها و کتل ها و جنگی هم بی تاریخ در درون خانه شروع می شود. شما تصور بکنید که کشور بعد از جنگ، وام که جنگ برده باشد، تجزیه شده، آمده آل که دوباره خود از صفر شروع کنه، خود بسازه در درون خانه، چه واقع می شه؟ همه از یک دیگه اطاعت می کنن، یک قوم از دیگه قوم کاملا اطاعت می کنن. نخیر، اینا مصالحه هستن، هیچ کس از هیچ کس اطاعت نمیکنه تا زمانی که به اهداف خود نرسن. آره، اهداف از اونا را مشخص کردن خیلی سخت است از آلده ای برنامه. خب این چیزای واقعی است. واقعیت ما هیچگاه نباید از نظر دور داشته باشیم. در صورت تجزیه بلافاصله جنگ بر سر کنترل منابع شروع میشه. آب، شارها، برق و گاز، بنادر، شاره‌ها و زمین‌های پرحاصل. یعنی همین کتکتش ما گفتم به خاطر قبضه کردن و به سلام مناطق یا منابع حیاتی، جنگ و تشنج در قسمت سرزمین جدا شده خود به خود شروع میشه. این نوع جنگ هیچ کس پیشبینی نمیکنه چی نوع جنگ خواهد بود، چون کسی بر کسی کنترل نمی داشته باشه، چون از نظر سیاسی مردمای شمال یا جنوب رسیده نیستن، احساساتی هستن، روی یک شعار هیجانی میشن و جنگانده میشن، چه به نام جهاد، چه به نام قوم، چه به نام چیز دیگه.
اینجاست که شکلدهی یک اجماع سیاسی که مناسب برای همه باشه بسیار کار دشوار میشه. این در شرایطی که شما در جنگ هستین، تو مرا میکشی ما تو را، دیگه یک اجماع سیاسی، یک ساختار سیاسی برای نظام آینده شکل گرفتنش آسان نیست. اول هر گروه به اصطلاح اثبات قدرت خود میکنه. بعد از اثبات قدرت حاضر است در قسمت تعیین قدرت، تعیین حد و حدود صلاحیت های اداری در نظام سیاسی با طرف مقابل خود صحبت بکنه و او هم بسیار از دماغ بالا. چارچوب بندی و یا به اسلام مشخص کردن ای که چه کسی چه قدر حق داره و در نظام آینده مناسب، به طور مناسب و مثبت بالای خود و دیگران اثرگذار است بسیار دشوار است. دمی خلال چه بسا که مداخله بیرونی صورت میگیره، هم از خارج مرزها و هم از داخل مرزها. هر دست بر اسم مداخله پیش میشه. یعنی بلا فاصله پس از اینکه یک سرزمین جدا میشه، نیروها و اقوامی که عامل این تجزیه هستند در هر جایی که هستند، در هر مناطق استراتژیک مهم، شاهراها، منابع، بنادر، بلافاصله اونا به سنگر حیثیتی و حیاتیشان تبدیل میشه. دیگه کسی وار از جو کشیده نمیتونه. یعنی در داخل خانه سنگربندی صورت میگیره. در چنین شرایط نه کسی نظام ساخته میتونه، نه کسی میتونه امنیت حتی کوتاه مدت برای خود تامین بکند. تازه که هنوز در شرایط تجزیه، وقتی که شما جنوب و میرانین تجزیه میکنین، حتی فرضاً، یعنی کلی چیزا فرضی است، او جنوب موقتاً عقب میکشه، او شما رو خود اعلان میتن، دوباره تجدید قوا میکنه در سر شما میاد. و در صورتی است که شما بین خود داخل خانم سر و کله یک دیگر را میشکنان. یعنی میخوایم بگویم که طرحهایی که عنوان میشه در افغانستان باعث ثبات دائم، باعث ایجاد اعتماد دائم نمیشه به این شکلی که مطرح میشه. وقتی که بعد از تجزیه بر سر منابع جنگ در میگیره، یک قوم مقهور یا اصطلاح مغلوب قوم دیگه میشه، سلاح کم بود میکنه، مواد غذایی کم بود میکنه، منابع بشری کم بود میکنه، دفتر عقل ساده به ما میگه که پشتون که از شمال به اصطلاح عقب کشیده، دوباره دست دوستی دراز میکنه با همون شاخه ضعیف شده که اینا ما خود گفته بودیم که چیزا نتیجه نمیده، این دست دوستی ما به طرفتان دراز است. این دست دوستی را به خاطر نجات خود می فشارد. بنان رخنه دوباره باز میشه و امی مسئله تجزیه دوباره به یک جنگ بی‌تاریخ تبدیل میشود. یارو ما به خاطر میگم که چون ما تجربه تجزیه را در کشور خود نداریم، خصوصا در جغرافیای مثل افغانستان که همه چیز این تو مشت بسته واره است و در بین امین مشت بسته در قاد قادش به اصطلاح جماعات بشری چند قومی لانه کردن، مثل به اصطلاح لانه زنبور، بسیار مشکل از ما. چون این تجربه را در دیگه کشورام ندیدیم. نیای مال بر سر طرح نظام فدرال. نظام فدرال یک مقدار طرح مثلا متعادل تر به نظر می آید، اما از این طرح متعادل تر پشتونا عادتا، چون پشتونا همیشه حاکمیت داشتن، حاکمیت ها یک دست اداره کردن، مثلا بسیار اساسیت دارن. اول چرا اساسیت داره؟ اساسیت چیست که سر فدرال خواهان هیچ اعتماد نداره، میگه ما بیخی کوچک میشیم، ماهید میشیم، اینا میرن در تمام امور داخلی خود خودشان بدست میگیرن، منابع خودشان بدست میگیرن، حکومت مرکزی یک سمبول نامنهاد میشه و ما میفتیم در کوچه عقبی، اندر خم یک کوچه.
یعنی استدلالشون از نظر منطق، از نظر حساب، از نظر واقعیت درست است. همین نظام فدرال هم به دو شکل میتونه بیاید. اول باید به شکل تفاهم تمام اقوام بیاید. اگر به شکل تفاهم بیاید یک نسخه بسیار خوب است. تو از من ترسی، من از تو، تو دست مرا بند نسازی، من از تو را. یک نوع ساختار متعادل به اصطلاح بر پایه انصاف و اعتماد متقابل. این چیز میتونه به وسیله مذاکرات سیاسی به وجود بیاید. برای فعلا نمیتونه، به خاطر از اینکه فعلا یگانه گزینه جنگ است. اول باید طالب در هم کوبیده شود، پاکستان به مواضع قبلی خود برگردد و این جنگ، همین جنگ هم بی تاریخ است. ما بعد از اینکه پاکستان تثبیت موقعیت بکنه و غرب مثلا مداخله بکنه، طالب زمینه مشروعیت شفران بکنه، جنگ شدید میشه. جنگ که شدید شد، ما از این بحث فدرال که آل مطرح میکنیم بسیار دور میریم. طالب آخرین نمونه یا مظهر قدرت یک دست سنتی از نو قرن 19 است. این آخرین سنگرگاه سنتگرایان و رادیکالیزم سیاسی است که همیشه افغانستان به ثبات نگاه کرده و همیشه هم افغانستان پشت در پشت به اصطلاح حکومت ها سقوط کرده رفته. یعنی حکومت یک دست رادیکالی سیاسی همیشه به اصطلاح سریالی از سقوط های پای هم بوده. حالا که بحث ها در گرفته، بحث فدرال یک چیزی است که اول به تفاوت ها پاسخ مثبت میده. دامن به اصطلاح یا گستره ساختار فدرالی بسیار وسیع، متمدن، چیزی هم پنهان نیست، تعریفش هم روشن است، احترام به همه، حقوق به اصطلاح متوازن برای همه و جنبه سازندگیش هم برای همه است. دولت مرکزی حفظ می شود با معیارهای شایسته سالاری، رفراندوم، انتخابات محلات و حق تعیین سرنوشت در داخل قلمروهای فدرال. هر قدر، هر کس هر قدر که میتونه حوزه فدرال خود، حوزه زیستی خود زیبا بسازه، تقویت بکنه، امنیت بسازه و به یک بیشت کوچک تبدیل بکنه. فدرال اینی زمین ها را فراهم می سازد. اما فدرال یک چیز داره که دست یک دستسازی، انحصار و سلطه‌گری از نو قرن 19 را بر همیشه می شکنند. به همین خاطر است که برای فعلا مقامات هایی که علیه ساختار فدرال هم هست بیشتر از این می ترسن که امی فدرال تجزیه نباشه. یعنی بسیاری ایدئولوگ های پشتون، یعنی حتی ایره میگن که فدرال تجزیه هستی، مقدمه تجزیه هست، ترس دارن. اگر این ترس با یک اعتماد خلاق تبدیل شده بتانه به مرور، خب اول یک اجماعی با وجود بیاید که این نیروی شر که فعلا به اصطلاح پاکستان قائم کرده این منکوب شده و بعد از او به طرف یک زبان تازه سیاسی و ملی به اصطلاح ما بتانیم سخن بگوییم. این یک رایش هست. اما مشکلاتی هم که امی فدرال داره، گیریم که فدرال پذیرفته شد در کل، پشتونا به سایه خود رفتن به اصطلاح بر ساختار سازی بکنن برای خودشان. اینجا یک نکته میمونه که جنجال تثبیت حکومت مرکزی بازم به عنوان یک نقطه جنجال محوری باقی میمونه. بازم یک قوم پشتون فارسی میگه که سهم ما یا به اصطلاح جایگاه ما در ساختار مرکزی قدرت این نمادین است، این مؤثر نیست. و اولا در تشکیل حکومت مرکزی فدرال جنجال پیش میشه. اگر این قدرت در مرکز به شکل متوازن حل نشه، بدنهای فدرال به یک خودگردانی مشابه و تجزیه باز روی میارن.
میگه خب که ترکیه است، ما باز میفهمیم چی کنیم. والی رو خودشان مقرر میکنن، چیزایی که در ساختار فدرال معمول است. بیشتر تمثیل خود میکنن، یک قسم یعنی اطاعت و فرمانبری از اداره رسمی مرکزی باز کم میشه. برای تثبیت قدرت مرکزی در نظام فدرال بهترین روش انتخاباته که بعد از نفوذ شماری رسمی و قابل قبول برای همه. در افغانستان هر نوع انتخابات، چه در سطح ولسوالی، چه در سطح ولایت، چه در سطح کشور، نتیجه صفر است، مگر اینکه نفوس افغانستان، نفوس در هر ایالت به طور کل کاملا مشخص باشد. حالا ما در بحث‌های سیاسی می‌بینیم که هیچ از نفوس شماری علمی رسمی که تایید شده باشه از طرف قوانین افغانستان و ناظران ملل متحد وجود نداره. اما می‌بینیم که جنجال وجود داره. یک نفر میخیزه میگه من اکثریت هستم، دیگه نفر میخیزه میگه من اکثریت هستم، تو اقلیت هستی، تو حالا دروغ گفتی. این جنجال به این شکل است. در نظام فدرال این مسائل یا این چالش ها بسیار قوی است و میتونه منجر به جنگ دائمی شود و برهم خوردن همین طرح بیانجامد. مشکل دیگه در نظام فدرال درامیزی رشته های تباری در درون هر یک از واحدهای فدرال است. مثلا ایدئولوگایی که میگن که افغانستان تجزیه ناپذیر است، از یک نگاه اونا راست میگن، هم از نظر جغرافیایی راست میگن، هم از نظر درامیزی و اختلاط اجتماعی و هم از نظر مثلا دسترسی به راه ها. همگی در خیلی به هم نزدیک هستند، در این حالی که بسیار خیلی از هم دور شدن. افغانستان یک مسیر حلقوی مرکب از جاده های کلان، متوسط و کوچک پیوند نداده، عدم اصلا توسعه یافتگی است. همه چیز به هم چسبیده است و میخواد میگم که تجزیه ناپذیر است. تجزیه ناپذیر اگر باشه نظام فدرال تحمل میکنه، نظام فدرال بر هم است. مشکل دیگه که در نظام فدرال وجود داره که به مرور زمان او اوت میکنه در کشورهای توسعه نایافته مثل افغانستان، که پاسخدهی ایالات فدرال به حکومت مرکزی کم کم رنگ میبازه. اگر حکومت مرکزی اعمال قدرت خود بکنه با سرصدا بلند میشه که این شکل اعمال قدرت حکومت مرکزی و شکل حکومت متمرکز است. اگر به شکل ادارای خودگردان همیشه در تفاهم بودن با هم تمثیل بکنن، با آن هم هیچ ضمانتی وجود نداره که پاسخدهی به قدرت مرکزی شکل عادی داشته باشه. جامعه عادتهای عجیبی داره افغانستان، سرکشی های عجیبی داره، یا کشور توسعه نایافته است، اقتصاد مشترک نیست که سرنوشت مشترک ایجاد کنه. مشکل دیگه ایست که کشورهایی که دور پیش ما هستن، اونا یکی از عوامل برهم زننده یا حفظ می ساختار نظام فدرال هستن. اگر یکی از این کشورها موافق به این کار نباشد، نظام فدرال به هر ایالتش با یک نظام خودکامه دیکتاتوری تبدیل میشه، علی دیگه خود، علی حکومت مرکزی. میبینیم که ما در یک نقطه از جهان زندگی داریم که از هر نگاه آسیب پذیر است، بسیار آسیب پذیر است، و این آسیب پذیری مصیبتش عمومی است، برای هم است. اگر گشنه و فلاکت زده است، برای هم است. اگر بیکار است، اگر فقیر است، اگر توهین میشه، اگر تحقیر شده است، انسان فراموش شده است، عمومی است. در قسمت فقر، نابسامانی، مصیبت، مرض، بیچارگی،
هیچ یکی از ما شما گفته نمیتونیم که فلانی قوم بسیار رونق داره، دمش چاق است و ما خراب هستیم. هیچ کسی گفته نمیتونه. و میخواد وقتی که سرنوشت مشترک و شکل منفیش ما سخن به میان میاوریم، این یکی شمی. تا زمانی که اجماع بر سر سیاست داخلی و خارجی در یک دولت فدرال موجود نباشد، به وجود نیاید، نظم اجتماعی در هیچ یک از واحدهای فدرال به وجود آمده نمیتواند. وقتی که نظم اجتماعی ملازمهش نظم سیاسی و به اصطلاح تفاهم سیاسی با کشورهای همسایه است، این مسئله بسیار پیچیده میشه و میتونه که همه محاسبات بر هم بزنه. کشمکشی که در سهم هر اداره فدرال در حکومت مرکزی پیش میاره، این هیچگاه از بین نمیره. چرا؟ تا زمانی که کشور بدنهای فدرال یا حکومت مرکزی موفق میشه که تقسیم قدرت بر اساس وزن اجتماعی، وزن اقتصادی، نفوذ، منابع، گستره زبان، ظرفیت تولید، حتی تولید خطر بالقوه و بالفعل، وقتی که ارزیابی میشه به اینی اساسا که ارزیابی نشه و به یک تفاهم قاطع نرسن، نظام فدرال تبدیل به نظام انارشیزم میشه. پس دوباره مو سنگر کنی امو و دوباره ضرورت میشه که یک عامل مسلط، نظام متمرکز بیاد جایش بگیره تا همه رو کنترل کنه. گزینه سیوم چی است؟ که بیشتر متفکرین پشتون و غیر پشتون در این رابطه دارای نظریات هستند که آیسته آیسته تازه شروع شده و خیلی خوب شروع شده، سازنده است. نظام مشارکتی از نوع صدارتی، تجربه ای که ظاهرخان در دهه دموکراسی به نمایش گذاشت و او تجربه هیچگاه دوباره به اون شکل تکرار نشد و سلسلهش قطع کردن و او به عنوان یک الگو، به عنوان یک سرآغاز و نمونه مورد توجه است. نامتمرکز سازی قدرت در افغانستان حالا خواست عمومی است. دیدیم که از قدرت متمرکز در دست یک رئیس جمهور، یک تیم پشتون با یک چند تیم تابعه از دیگه اقوام هیچ نتیجه نداد، فاجعه آفرید. یعنی حالا که نظام متمرکز نتیجه نمیدهد در شرایط حاضر، ای که در زمان عبدالرحمن خان نتیجه داده بود، در زمان نادر خان او قضیه دیگه کاملا حسابش بسته است. امو دوره ایجاب میکرد به خاطر، خب چرا ایجاب میکرد؟ که اون تانستن که امون تو یک نظم آهنین متکی بر سرکوب عمومی ایجاد بکنن. اما نمونه دیگه هم دیدیم که بعدا ظاهر خان با مشاورین و اصطلاح همکارای بسیار هوشمندی که داشت، آیسا آیسا بعد از جنگ دوم جهانی وقتی به دهه دموکراسی میرسیم، اینا طرحهای بازتری را برای توسعه کشور به اجرا گذاشتن که بهترین نمونش دهه دموکراسی است. ظاهر خان حاضر شده بود که قدم به قدم از چوکات سنتی شکل انحصاری قدرت، خاندان شاهی را و قدرت قومی را کم کم به اصطلاح بیرون بکنند، مردم وارد شود. تا او زمان روشنفکرها، طایفه‌های اجتماعی اقوام رشد کرده بودند، زندگی مدرن شده بود. دیگر به دوران پدرش هیچ شباهت نداشت، همه چیز رو به باز شدن میرفت. او هم حاضر بود که قدم به قدم عقب بشینه. اما دیدیم که ناگهان قربانی یک حرکت ایدئولوژیک هیجان آور اما برهم زننده شد. ارکان محافظه‌کار در یک ائتلاف نامتجانس با هم
تمام سلسله که آغاز شده بود در دهه دموکراسی، پارلمان، آزادی های اجتماعی، سیستم مشارکتی، سیستم صدارتی، اینا رو برهم زدن، قانون اساسی رو لغو کردن. پس ما به طرف یک دیکتاتوری نوین رهنمون شدیم. دیکتاتوری که از جنس خشم و واکنش بود. خب، آیا ایجاد نظام مشارکتی بر اساس یک چارچوب صدارتی امکان دارد در افغانستان؟ ما قبل از این خود دیدیم که همه مخالف بودن، خصوصا تمامی رهبران سنتی پشتون مخالف بودن. یونس قانونی داوطلبانه حاضر شد که معاون عنیف ادمر در رقابت‌ها انتخاباتی باشد، مشروط به اینکه امی سیستم مرعیول اجرا بدانه در اساس تفاهمات خود. امو آدم گفت که ما به قانون اساسی پشت نمی کنم، قبول نکرد. متوجه هستیم؟ یعنی نتیجه گیری که شخص بنده میکنه ایست که رسیدن به نظام مشارکتی نامتمرکز از نو صدارتی نیز بدون گذشتن از جنگ بسیار سخت امکان ندارد. مثل فدرال، مثل تجزیه، این سیستم هم بدون جنگ را باز نمی کند. در میدان جنگ تغییرات بسیار شگرفی و تاریخی و بی‌برگشت پدید بیاید تا این طرح آیست آیست در ذهنیت ها رای خدا باز بکند. البته این مسائل را که ما میگیم این به اصطلاح در شرایط پسا طالبان است. یعنی بعد از اینکه این نیروی اجنبی در هم کوبیده میشه و پس تارانده میشه و سرحدات، باز این دو صورت است. آل خواهد تمام جواد، تمام قدرت، تمام به اصطلاح انرژی نسل جوان بسیج میشه تا این نیروی مهاجم از کشور از خانه خود بیرون کنن. در شرایط عادی دیدیم که کسی به نظام مشارکتی نامتمرکز از نو صدارتی اعتنا نشان نداد. خب، با این که نشان ندادن دو بدیل دیگه حال پررنگتر است، قوی تر است. بعد از 15 آگست بدیل یا به اصطلاح گزینه تجزیه حد اکثر و حد اقل ایجاد نظام فدرال بسیار پررنگ است. حتی اینمین نظام مشارکتی از نو صدارتی یک نوع بازگشت ارتجایی به گذشته است، به گذشته ناکام که بیشتر تماندهای گروه غنی و کرزایی به ایچ چسبیدن که خود ابقا کنن. اما اگمی طرح مشارکتی سیستم صدارتی که واقعا نظام از تمرکز و تکثر بکشاند، یک طرح بسیار خوب است و شخصیت های زیادی از این پشتیبانی میکنند. ضمن از این که بازم تاکید میکنم که بدون جنگ تا این مرحله رسیدن به اصطلاح از مرحله کاغذ روی کاغذ و مرحله واقعیت میدانی رسیدن بدون جنگ امکان ندارد. چرا؟ هیچ کسی از رهبران پشتون از شما دعوت نمیکنه بیاین ما این کار میکنیم. عادت نداره. در گذشته بسیار از قدرت تعصب و رادیکالیزم محافظه‌کاری استفاده میکرد، حالا نمیخواه. میگه چی میمونه با ما؟ ای تو فکر میکنه. او بهترین رای نجات حال قدرت بازدارنده طالب میدانه که در وجود زمین پس دوباره همه چیز مثل گذشته جوش بخوره. ای یک توهم است. ناممکن است. چرا اینا ای رقم هستن؟ به خاطر از اینکه اعتماد از بین رفته. اقوام غیر پشتون ها می رقم است. به خاطر از اینکه اعتماد از بین رفته. جای اعتماد ترس و بدگمانی گرفته. ای دیگه وارد دماغ شده.
تا این نسل زنده است ایجور هم نمیشه. چیزی ره که تغییر میده واقعیت های آینده تغییر میده و جنگ، میدان های جنگ تغییر میده. تا جایی که من میفهم قماندان ها و شورای جنگ در جبهه ملی هم این مباحث ها به می شکلی که من میگم اونا متوجه هستن، جدی میگیرن. او دوران دیگه گذشت که یک رئیس جمهور میگه من پشتون هستم و به سلسله سابق من پشتون هستم، دو معاون میارد از دو طرف خود. غنی خائن خود سه تا آورده بود، یک معاون مجل هوی بیکاری دیگر هم آورده بود به عنوان برده درگاه. دیدیم که نتیجه نداد. ساختار گذشته از ذهن خود همگی باید بیرون بکند. چرا اینجا یک نسل جدید، یک نسلی که خشمگین از سر این نسل پیر، در و در شده از دست این نسل پیر، اینا نمیمانن. هم فهم داره، هم قدرت داره، هم خشم داره، هم سلا داره. خب او ساختار دیگه از ذهن خود کلگی بیرون کنه. دیدیم که در اون زمان ظاهرن نظام جمهوری، شایسته سالاری، از این قبیل صفات به اصطلاح تفضیلی به کار می بردن. همه چیز بود ظاهرن، اما یه چیز نبود. دیدیم بحران قدرت، بحران توزیع قدرت، بحران روانی به وجود آورده و این باید از اساس حل شود. کسانی که عادت به تقسیم قدرت متوازن و منصفانه ندارن، در صورت تقسیم قدرت خود فکر میکنن که هیچ میشن. به همین خاطر حال یه خطر دیگام در صورت ایجاد نظام مشارکتی وجود داره که هر تکه از نظام دولت ممکن است انحصاری شود. صدارتی که میارن او صدر اعظم یک کارای بکنه که مثلا بخشایی را که زیر اثر خودش است او را انحصار کنه. در یک جامعه ضعیف چون این چیزا امکان داره. شخصی بازی و قوم بازی را مثلا یک بنوان یک چیز عادی معمول بکنه. چی زمانتی هست که نکنه. بنان بحران به جای حل شدن شکل بدل میکنه، ادامه حیات میکنه و یک طریق دیگه. خب در نتیجه هر بدنه میشه با ساحه خلوت بره ایرانیا، با پاکستانیا، با روسها و امثالها. میبینیم که در هر نوع نظام سیاسی ره که ما فرض کنیم و با او دلخوش باشیم، آسیب پذیری هایش بسیار زیاد است. چرا زیاد است؟ بخاطر از اینکه از نظر سیاسی، دولتی، منابع، نظام ما بنیاد نداریم. بنیاد ها ما رو کندن. آخرین موردشون یک کسی رو به نام غنی آوردن، 50 سال بعد افغانستان همه چیز کند برد. خلاص. فکر ما چی هست؟ فکر ما ایست که در مورد نوعیت نظام باید رفراندوم شود. این رفراندوم بدون اجرای نفوس شماری دقیق در قدم اول با دواز تقلب میشه. نسخه های روشن فکران که اینجا ارائه میشه هنوز در میدان عمل تطبیق نشده. من مطمئن هستم که متوجه مخاطرات هستم، اما فکر من اینیست که اول باید رفراندوم شود. پیش از رفراندوم نفوذ شماری باید شود، معلوم شود که وقتی که انتخابات روی یک مسئله میشه کدام طیف تباری چی قدر به اصطلاح اراده خود تمثیل کرده در یک مسئله. حالا ما از کی کمک بگیریم؟ یک سوال کلان است. ملل متحد خوش ما شما را به می درجه رساند. از کی کمک بگیریم؟ از تقدیر؟ میبینیم که چقدر دشواری داره؟ هر بدنی سرزمین مجبور از زندگی خود نگاه کنه. نگاه کنه. با قیمت جنگیدن با دیگه بدنه ها و خود به نتیجه برسانه. این درماندگی تاریخی است که
در بعضی حالات آدم فکر میکنه که نه من گناهکار هستم، نه تو، نه دشمنی که با او میجنگی، نه او رقیب درون خانید، هیچ کس گناهکار نیست، همه قربانی است. کشوری که جنگ دائم میکنه برای ماندن در یک زمین استراب شوک شو روز شو. برای فعلا قبل طوری که اشاره کردم، فعلا بیرون کردن طالب از کوچه پس کوچه های عمق استراتژیک پاکستان است. عمق عرایزی که ما برای شما ارائه کردم، بدون در همکوبی طالبان همیش باد هواست. نظام مشارکتی و سیاسیش هم باد هواست، نظام فدرالیش هم تجزیش هم. حال واقعیت غالب و قهار این طالب است که به زور پاکستان آمده قبضه کرده. عمق استراتژیک فعلا شمال و جنوب افغانستان است. بسیار با سرعت و مناطق غرب و مناطق مرکزی ای گسترش پیدا میکنند. مگر اینکه یک موج برگشت بیاید. اینا در شمال شکست بخورند تا انگیزه ساخته شود برای مردم جنوب. مردم جنوب فکر میکنند که از طالب خوش است، از مجبوری خوش است. او میفهمه که مکمل اون مدنیت به اصطلاح نیمه که در مناطق افغانستان مانده از سر جنگ، این همی نیمهش از بین میبره. جای یک بزرگ قومی را آمده یک ملای آیسای گرفته. ما امروز وقتی که جنوب و شرق میگیم، اونجا به اصطلاح حیات خلوت بسیار مسئول طالب نیست. اون منطقه، منطقه جنوب و شرق مناطق محکوم است، مثل که شمال و کل افغانستان فعلا محکوم است، اما اونجا بیشتر محکوم است چون نزدیک به پاکستان و از امو دالان لشکر عمق استراتژیک عبور دادن. اگر قرار است اینا سلطه طالب تحمل بکنن، به اون محکومیت ادامه میدن. اما چنین کاری ناممکن است در دراز مدت، به خاطر از اینکه امی مردمای ساکن مناطق محکوم به مدنیت، به پیشرفت، به رشد و باروری علمی، به زندگی امروزی مثل آب و هوا ضرورت دارند و در شرایط تسلط طالبی اینا میمرن. این مهم نیست که بمرن مثلا زیر زمین، نه، از نظر فرهنگی، از نظر زبانی، از نظر ارتباط با دنیای پیشرفته، از نظر علم اینا میمرن. بنام اونا هم دیر یا زود طالبه به اصطلاح اونجا نقرداغ میسازن که ما زنده باشیم یا نباشیم. تا برنامه بعدی، بدرود.